آمین آمین آمین. انسان از همان ابتدای دوران کودکی متوجه می شود که نسبت به موجودیت خود حق و حقوقی را داراست و در زمان اچاف، تعدی، تبعیض و جفا، بیتفاوتی، اهانت، جبر و آزار و حتی در زمان بیمهری و بی احترامی معطوف به حمله می شود که به جایگاه حرمت و مقام او نیز آسیب می زند. اولین واکنش او در تفکر و احساسش واژه‌ای هست به نام بی‌انصافی و از این کلمه در برابر تمام آنچه را که مانع حقانیت او شده سخن میگه، دفاع میکنه. فروغ فرخزاد میگه انصاف نیست یک بار به دنیا آمدن و این همه مردن. گاهی انسان ها وقتی اون حقیقت رو نمیدونیم، از حقیقت دور هستیم، به یک چنین نتایجی نیز خواهیم رسید. اما در کسب تجربه و دانش همین انسان در مسیر گذر عمر در عین به دوش کشیدن نابرابری ها در زمان اعتراض از واژه‌ای استفاده می کند به نام بی‌عدالتی، آنچه را که حق خود نمی داند و یا خود را در آن موقعیت مناسب نمی پندارد، یعنی دور از حقیقت، آن حقیقتی که به خاطرش آفریده شده. گویا انسان در زمان رنج و آزار طبیعت درون او گواه بر این هست که هر عذاب، هر آشفتگی و ترس و مزاحمت و مهنت و تلخی دروغی هست برای محکوم کردن او، برای اینکه اون رو حبس کنه در آنچه که به خاطرش آفریده نشده، در آنچه که نمیتواند حقیقت داشته باشد، پس یک دروغ هستش و اون رو به عنوان حقیقت نمیتونه بپذیره. همان گونه که میدانیم پدر دروغگویان شیطان، که به حوا دروغ گفت و زندگی بشریت رو اینگونه منحرف ساخت و از عدالت خدا دور کردش. در کتاب امثال 12:17 سلیمان نیز اعلام میکنه وقتی که حقیقت را میگویی، آنچه را که حقیقتش برمیگرده به هدف خلقت، نه واقعیت ها، آنچه که دلیل خلقت بوده، وقتی که حقیقت را میگویی که در مسیر عدالت، محبت، رحمت هست، حکمت خداست، وقتی که حقیقت را میگویی عدالت اجرا میگردد توی حقیقت. حقیقت رو که میگی ملکوت خدا اونجا باز شده و در اون مسیر خدا کار میکنه، دست خدا میاد. برعکس این که ما انسان ها، من از خودم میگم گاهی اینقدر ضعیف میشم، میگم حالا من این دروغه رو بگم این مشکل حل بشه، ولی کلام خدا میگه نه، این دروغه اتفاقا کمک نمیکنه دست خدا اونجا باشه. تو حقیقت رو بگو، نترس، دست خدا اونجاست. قبلا هم خدمتتون عرض کردم، حالا این همین الان یاد این برادر عزیزم شهرام جان افتادم، که شهرام عزیز وقتی که داشت از ایران میومد میره تو اداره گذرنامه و در اداره گذرنامه به او گیر میدن که تو توی پاسپورتت اون فرمی که پر کردی نوشتی من مسیح هستم، لذا شناسنامه تو نوشته مسلمان هستی. بعد شهرام میگه من گفتم خدای من حقیقت رو گفتم اما نمیدونم اینجا چی میشه. گفت همون موقع کسی که اونجا وایستاده بود نگاه کرد، گفت آقا این ساعتی که داری هم عکس مسیح، خیلی جالبه، من فکر کنم اصلا تو جدا مسیحی هستی. دیگه هیچ سوالی نمیکنه و بهش پاسپورتش رو میده، مشکلش حل میشه. میگه من ساعت‌ها رو این موضوع فکر کردم، این چه دلیل قانع کننده ایه که ساعت من، یکی ساعت داشت شهرام جا که عکس ساعت روش بود، ولی اونجا خدا قلب اون شخص رو لمس میکنه، دست خدا اومد اونجا دخالت کرد، چرا که اون تسلیم دروغ نشد تا عدالت خدا، ملکوت خدا در اونجا کار بکنه. وقتی که حقیقت رو میگویی عدالت اجرا میگردد، اما دروغ به بی‌عدالتی منجر میشود و آسیب میزن. اندیشمندی اعلام میکنه کاش باورمان میشد دروغگو چیه؟ دشمن خداست. میگیم، خیلی موقع ها میگیم، اما گویا انسان باورش نمیشه. هرچند واژه عدالت و یا جاستس که
به انگلیسی همون عدالت هست، در تمام زبانهای مختلف در جهان به زیبایی معنا شده که مانند نیکویی، نظم، دادرسی صادقانه، ادب، برابری، امنیت کامل برای همه، پارسایی مطلق. اما عدالت یکی از نامهای یهوه خدای زنده ما هستش که اشاره به ذات خدا میکنه، به نام یهوه صدقینو، یهوه خدای عدالت، عدالت ما، و به معنای اینکه خدایی که راست و مستقیم و بدون انحراف و عادل می باشد، و به تعریف از زبان عبری و یونانی رابطه درست انسان با خدا، با خدایی که خدای حقیقی هست، خدای زنده هستش، خدایی که از ذاتش من آگاهی دارم و من نیز در این مسیر در راستی و نیکویی در این رابطه عمل می کنم. حتی عدالت او دلیل نجات خواهد شد. فقط عدالتی نیست، خیلی موقع ما عدالت رو این گونه میبینیم، وقتی ظلمی به ما میشه، آسیبی میخوریم، میگیم خدای عدالتت کو؟ این عدالتت کجاست که به داد من برسه؟ نمیذارم حتی خدا بر اون داوری بکنه، میگم حق با منه، مخاطب و مخاطبین من رو آزار بده، اذیت کن. اما عدالت خدا برخلاف تصور و فکر ما انسان ها هستش، تعریف وسیع‌تری داره در محبت او، در فیض او این تعریف رو به ما نیز خواهد داد، که در کتاب ارمیا 23:6 میتونیم برداشت درست این عدالت رو داشته باشیم. اعلام میکنه زمانی هستش که قوم اسرائیل در کناری که گناه میکنن، در کناری که اسیر هستن، پادشاه یهود نیز سرکشی میکنه از کلام خداوند، مردم اسرائیل حتی سرکشی میکنن و در شرایط بد دارن به سر میبرن. ارمیا این گونه میگه از طرف خدا: و ایام وی یهودا نجات خواهد یافت و اسرائیل با امنیت ساکن خواهد شد. این به عنوان تشویق قوم هستش و پیشگویی. اسمی که به آن نامیده می شود این هست: یهوه صدقینو، یهوه عدالت ما، یعنی فیض خدا، یعنی رحمت خدا، که نه اینکه ما همون گونه که عرض کردم به عنوان سرزنش قوم خودش نیومده، چون قبلش خداوند اونها رو تعلیم داده بود، به عنوانی که قوم رو محکوم کنه نیومده، بلکه به عنوانی که قوم رو نجات بده با نیکویی. از این رو برای وصل شدن به عدالت خدا هرگز ما نمیتونیم از ابزاری مانند خشم، مانند انتقام، نفرت، جنگ و فریب و دروغ نیز استفاده کنیم، چرا که بی عدالتی که خودش گناه است، طبیعتاً رنج و زحمت رو با خودش میاره. خود گناه، شخصی که گناه میکنه محکوم به گناه میشه و ثمره او برای اون درد و رنج میاره. پس خدا اونجا نیستش که بگه تو چون گناه کردی حالا من تو رو عذاب میدم. همین که خدا از اون دور میشه، یه کمال خوشی ها رو نداره، دیگه آرامش رو نخواهد داشت. این ضرب المثلی که میگه هر کی خربوزه میخوره، یه نفر میندازش توی استخر تا بلرزه، بله چی میشه؟ میره تو فریزه، هر کی خربوزه میخوره چیه؟ شما گفتیم نسیه پای لرزش میشینه. کسی که گناه میکنه آسیب میخوره، در رنجه. خدا نه تنها به خاطر اینکه اون شخصی که در گناه هست ناراحت اون هست، بلکه به خاطری که از این به بعد باید در رنج و ستم شیطان باشه و شیطان داره اون آسیب میرسونه، خدا از این رو هستش که نیز میخواد اون شخص برگرده و توبه بکنه و مبادا در اون اسارت قرار بگیره. پس بنابراین عدالت در اصل بازگشت کامل به سوی خداست، یعنی ایجاد یک رابطه عاشقانه، صادقانه، مشتاقانه، با تمام فکر، با تمام احساس، با تمام ذوق، ذوق روحانی در حضور خدا بودن. مولوی نیز اعلام میکنه: اوست نشسته نظر من، اوست نشسته در نظر من، به کجا نظر کنم؟ اوست گرفته شهر دل من، به کجا سفر برم؟
خداوند با منه، محبت خدا با منه، عشق خداوند با من هستش. پس این رابطه، رابطه بسیار صمیمی هستش که برای شخصی که میل به رابطه درست با خدا داره، این عدل خدا رو در آغوش خدا لمس میکنه، احساس میکنه. و این فقط برای زمانی نیستش که ما بگیم آره کسایی که مسیح ایمان نیاوردند اونها باید رابطه درست کنن، ما که دیگه به توسط عیسی مسیح عادل شدیم، آمین. اما هوشیار باشیم این رابطه رو خراب نکنیم، منحرف نشیم. پرویز عزیزم نیستش، من تصاویری رو داده بودم که روی شبکه بندازیم تلویزیون، که نشون میده افرادی رو که راه حقیقی رو میبینن، راه راست رو میبینن، از اون عبور میکنن برای رفع نیازاشون، رفع مشکلشون، اما ازش عبور میکنن، تو اون راه قرار نمیگیرن، فقط میان از اون راهی که درست هست عبور میکنن، کاری ندارن. من به عنوان شبان این کلیسا حداقل در طول این 12 سال دیدم چه عزیزانی با دل خوبی واقعا با اشتیاق وارد کلیسا شدن، خداوند نیازشون رو برطرف کرد، رفع مشکلات شد، اما نیستن دیگه، نیستن. نه این کلیسا، نه هیچ کلیسای دیگه نیستن، خداشه برای همه کلیساها، ولی من فکر کنم ما یکی از کلیساهایی هستیم که خیلی اوپن و بازیم، درکمون خیلی زیاد بوده در طول این سالها نسبت به هموطنانمون، سختگیریایی که باید میکردیم و نکردیم. پس دیگه کجا میخوام برن که اون گونه بمونن، بایستن؟ محاله، خیلی سخت خواهد شد. از این رو عدالت اینه که من در اون عدالت قرار بگیرم، نه اینکه من بگم خب اومدم توی این عدالت، حالا در حضور مسیح هستم، رفع مشکلم شد، حالا مشکلم که حل شد من میرم دنبال زندگی خودم و زندگی خود رو نیز خواهم داشت. در مزمور 11:7 میخوانیم، اعلام میکنیم، زیرا خداوند عادل است، یعنی خداوند پر از فیضه. خدا میدونه چرا جهان را آفریده، خدا یک خدای هدفمنده و عدالت را دوست میدارد، هدف خلقت را دوست داره، یعنی در اون هدف خلقت خداوند تلاش میکنه برای ما. و راستان روی او را خواهند دید، کسانی که میل به عدالت دارن، کسایی که خودشون تو راستی میستن، نه کسایی که فقط راستی رو ازش عبور میکنن. مثل اینکه شما به طرف میگید نیویورک رفتی، میگه آره اتفاقا از روش رد شدیم تموم شد، ولی توی نیویورک رفتی، نه نرفتم. واشنگتن رفتی، بله از تو جاده کنارش رد شدم رفتم، ولی توی واشنگتن نرفتی، نمیدونی اونجا موقعیتش چگونه هستش و چگونه باید عمل کرد. پس با تمام قوت استقامت در برابر گناه، افرادی که در عدالت هستن می ایستن و در برابر آنچه که ضرورت هستش از کلام خدا یافت شده نیز در اون وفادار خواهم بود. همون گونه که عرض کردم متا 28:19 میگه بروید خانه، بریم سر کار. جان بفهم، امیر جان، آمین. میگه برید همه رو شاگرد بسازید. هر کدوم شما الان از خودتون یه سوال کنید، آیا شما شاگرد دارید؟ آیا تاله شاگرد ساختید یا نه؟ توجیه نکنیم همدیگر خودمون رو. حتما شاگرد سازی نیستش که مثل برادر رسول یا برادر امیر شما کلاسی داشته باشید، ساعت دقیقی، خیر، شما میتونید با یه خانواده‌ای که دوستتون هستن، عمه، خاله، دایی، هر کسی، وقت بذارید، خوراک روحانی بذارید دهانشون، با محبت، بعدش با محبت، بعدش با محبت. اون شخص ایمان میاره. باز یه خاطره بدی دارم. خانواده‌ای که سالها پیش میشناختم، به عنوان یک ایماندار، 3 ماه یه خانواده بی ایمان توی خونش بودن. اصلا بشارتش نداد، اصلا بهش انجیل ندادن، اصلا کلیسا نیاوردنش. من گفتم چرا شما این کار میکنی؟ که نه ما نمیخوام یه چیزی زور باشه. یعنی چی؟ کجای این زوره؟ تو محبت کردی، خونه بهش دادی، تفریح میبری، همه جا میبری. و من این خانواده رو دیدم تو یک موقعیت، همین که دیدم درباره مسیح گفتم، گفت خیلی دوست دارم انجیل رو بخونم، اما خب انجیل فارسی که نیست. گفتم همین الان میرم براتون انجیل فارسی میارم. بعد اون شخص گفت واقعا ما اشتباه کردیم. چرا میایم نجات دیگران رو روی فکر خودمون میبینیم؟ کلام خداوند میگه بروید،
چرا نمیریم؟ چرا شاگرد نمیسازیم؟ چرا قلب ها رو نمیذاریم؟ مجال اینو نمیدیم که قلب ها لمس بشه؟ چرا فکر میکنیم باید از تلاش دست برداریم؟ فقط میگیم خدا 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 حتما کار میکنه، اما اول قلم رو من هستم، من آزاد آفریده شدم، اگر من تصمیم بگیرم هستم. وقتی خداوند تو ایران بودم به من گفت از ایران بیا بیرون، من مخالفت کردم، بارها مخالفت کردم. خدا رو شکر برای کشیش وارتان عزیز، وقتی ایشون دیگه آخرین کسی بود که دعا کردم من متقاعد کرد باید از ایران بیام بیرون، با دعای ایشون من اومدم بیرون و هیچ لزومی نمیدیدم بیام، ولی تصمیم گیرنده من بودم، میتونستم نرم. لذا که تا به همین امروز بارها خدای من مواردی رو گفته انجام ندادم، ترسیدم، باور کنید ترسیدم، البته توبه کردم. پس این خیلی راحت میشه پیش بیاد. ما رأی انتخاب داریم. شاعری اعلام میکنه تلاش دائم و پیوسته کردم، مقام عشق را کردم، مقام عشق را برجسته کردم. اگه خود شما عزیزان یا عزیزی که الان روی فیسبوک هست، میخواید دست بکشید از ایمانتون ببینید چقدر راحت میشید؟ خیلی راحت میشید. باور کنید اگر من دست از خدمت بردارم یه شیطون با من کاری نداره، مثل خیلی که دست از ایمانشون هم برداشتن کاری ندارن. چرا؟ چون خودشون نیمه دارن دوباره شیطون میرن، یه شیطون دوباره اونها نمیان. پس تلاش من و شما هست، یه دست برای خودتون بزنید که در این زمان قرنطینه دلگرم. تلاش دائم و پیوسته کردم، مقام عشق را برجسته کردم، اگرچه عمر را برباد دادم. عمر ما میره، عمر نمیمونه. من فکر میکنم بارسال نیست دارم بود، همه هر شما نیست، یک سال دیگه شما را نمیمونم، برای یک سال عمر ما زیاد شد. اگرچه عمر را برباد دادم، ولی کن خستگی را خسته کردم، مجال این رو ندادم تا شیطان بر زندگی من پیروز بشه، من رو ناامید کنه، من رو خسته کنه، و شما این مجال رو ندادید و اجازه ندادید که چه شیطان نیز پیروز بشه. مطابق کلام خدا و به تجربه همگی یافتیم که هیچ کس بر روی زمین نیست که عادل بشه، صحبت از عدالت بود، اما هیچ کس عادل نیست، یعنی نتوانسته اون رابطه صادقانه و کامل رو با خدا داشته باشه. مطابق نامه رومیان 3:10-12 در آیات معروف است اعلام میکنه، چنانکه مکتوب است در مزمور 14:53 که کسی عادل نیست، یکی هم نه، کسی فهیم نیست، یعنی کسی حکیم نیست، اون حکمت را نیز نخواهد داشت نسبت به عدالت، کسی طالب خدا نیست، یعنی قلبم کسی مشتاق به خدا نیست. مساجد پره، کلیساها پره، کنیساها پره، داوری نمیخوام بکنن، اما چند نفر هستن که قلبشون حقیقتا مشتاق به خداست. من ایمان دارم تمام افراد که قلبا مشتاق خدای زنده هستن به مسیح ایمان دارن. من ایمان دارم مشتاقین حقیقی خدا، نه اونهایی که به دنبال اعتقادات هستن، نه اون کسی که حقیقت رو تلمیده مطابقات به کلام رو بردن یه حقیقت اون رو آزاد کرده است. کسی طالب خدا نیست و همه گمراه و جمعیت باطل در دیگر، همه اونهای که مذهبی هستند رو داره میده باطل در دیگر، نیکوکاری نیست، میگه یکی هم نیست. البته در جهان خیلی رو هستند ادعام مدعی بر این هستند. آیا حقیقتا عادلم؟ حتی کمونیست ها میگن ما عادلیم، به نظر شما عادلم؟ ما دیدیم عدالت از اسم خدا اومده،
کمونیستی به خدا باور نداره چگونه عادل است؟ یا مستقل متأسفی که خداش علاقه و علاقه یه بود هست چگونه میتونه اون عادل باشه؟ افلاطون اعلام میکنه کاملترین نوع بی‌عدالتی آن است که عادل به نظر برسیم در حالی که عادل نیستیم. برای مفهوم فیلم بازی کردیم، نقش بازی کردیم و متاسفانه فقط از واژه عدالت سوء استفاده شد و شاعر اعلام میکنه هر که در این خانه شبی داد کرد 41 سال پیش در سرزمین ما این باور اسلامی این آخوندها فریاد زده هر که در این خانه شبی داد کرد خانه فردای خود آباد کرد به خودشون رسیده آقازاده هاشون هستم که البته من اونها سالزاده میگم که از ایران اومدن بیرون آمریکا و اروپا همه جا کانادا رو پر کردن صحبت از عدالت کردن اما داریم میبینیم که چقدر ظلم چقدر دزدی‌ها کردن بر سرزمین ما چقدر جوانهای ما رو کشتن بنابراین در قلمرو عدالت خدا اشتیاق و عشق شخص به خدا و همچنین فروتنی در برابر قدوسیت خدا که دلیل تقدیس شدن میباشد از هر گناه رو میتواند شخص داشته باشد تا باعث کردن که این رابطه رابطه درست باشه رابطه عادلانه نسبت به او و همچنین خدا باشه و شاهد فیض خدا نیز قرار بگیره هیچ کدوم از این شاگردانی که مسیح انتخاب کرد نه کاتب بودن نه به عنوان صدوقیان بودن نه به عنوان خادمین برجسته خانه خدا بودن نه فریسی بودن بلکه همه اونها جزو افرادی بودن که زندگی عادی داشتن اما در قلبشون اشتیاق عمیق به خدا داشتن و این رابطه رو ایجاد کرد تا به اون عدالت نیز برسن برای نمونه وقتی که فیلیپس نیز ناتانائیل رو نزد عیسی مسیح میبره و عیسی مسیح اون رو میبینه و اعلام میکنه که اون یک یهودی واقعی هستش یهودی هستش که بدون ریا هست ناتانائیل به عیسی مسیح میگه تو این چیزا رو از کجا میدونی؟ مسیح میگه زمانی که تو در زیر درخت انجیل بودی من تو را دیدم فکر میکنی ناتانائیل رسول اونجا چه کار میکرده که مسیح اون رو دیده؟ مسیح که اونجا نبوده حضور فیزیکیش چه اتفاقی افتاده بوده؟ میتونم یکی رو جواب بگیرم؟ بله بلند نمیدونی چه کار میکرده؟ داشته دعا میکرده حقیقت خدا رو میخواسته حقانیت خدا رو میخواسته به دنبال ماشیه بوده به دنبال مسیح بوده و همین دلیلی بود که خداوند عیسی مسیح اون رو میبینه و همین دلیلی میشه که اون مطابق آنچه که در انجیل یوحنا 8:32 بهش اشاره میکنه حقیقت را بطلبید که حقیقت شما را آزاد میکنه و باعث آزادی ناتانائیل شد پس عدالت اینگونه نیستش که تصور من این باشه که با یک واژه من فقط سر و کار دارم افرادی رو که انسانهای برفرض ظالمی هستن میگم بی اینا عادل نیستن آدمایی که میبینم خیلی نایس و خوب هستن اینها عدالت هستن اینو دنیا برای ما میگه دنیا نمیاد بگه رابطه درست انسان با خدا عدالت هست دنیا نمیگه رسیدن به ملکوت خدا که هدف مقدس خلقت بوده اونو دنیا نمیاد بگه پس زمانی من و شما میتوانیم عدالت رو کسب کنیم که تعریف درست داشته باشیم تو یک مهمانی بچه‌ها شلوغ میکردن یک نفر بونش اونها ساکت کرد و داد زد سرشون گفت مثل بچه های آدم باشید یکی از اون بچه پسرها بلند شد گفت ببخشید عمو مثل بچه های کدوم بچه های آدم باشیم قائن یا هابیل وقتی ما عدالت برامون خوب تعریف نشه این رو بدونیم جایگاه درستی رو ما نمیتوانیم داشته باشیم نسبت به عادل بودنمون ماست مشتاق عمیق به خدا نیز این یاری رو به ما خواهد کرد باز در مزمور 17:1-3 اعلام میکنه ای خداوند عدالت را بشنو
خدا چگونه عدالت رو میتونه بشنوه از من و شما؟ از قلب ما، که قلب ما کجا ایستاده؟ آیا در قلب ما هنوز کینه ای هست؟ آیا در قلب ما هنوز حسادتی هست؟ آیا حقیقتا من برای در حضور خدا دارم میرم مثل مذهبیون میرم در حضور خدا؟ برای نیازی میرم؟ ای خداوند عدالت را بشنو و به فریاد من توجه فرما و دعای مرا که از لب بیریا میآید گوش بگیر. نویسنده کاملا میدونه عدالت در عدالت ریا نمیتونه باشه. داد من از حضور تو صادر شود، در از خدا رو به عنوان قاضی و وکیل خودش قرار میده. آیا ما در حضور خدا میریم از خدا میخوایم که وکیل ما باشه، یا میگیم خداوند رو کمک کن که این وکیل ما کار ما رو درست کنه؟ چیو میگیم؟ خدایا ما میریم در حضور خدا میگیم خدایا تو طبیب من باش، یا میگیم خداوند رو خواهش میکنم این طبیب ما رو یه حکمت بده که حال من رو خوب کنه، یعنی یه میونبر دارم من میزنم. از حضور تو صادر شود، چشمان تو راستی را ببیند، یعنی اون عدالت رو، عدالتی که از طرف من ایجاد شده. دل من را آزموده ای شبانگاه، از آن تفقد کرده ای، مرا قال گذاشته ای، یعنی امتحانم کرده ای. بارها در مسیر زندگی میتونستم اشتباه کنم، میتونستم گناه کنم، ولی این کار را انجام ندادم و هیچ نیافتی، زیرا عزیمت کرده ای، یعنی تصمیم گرفتی که زبانم تجاوز نکند، یعنی من غیر از عهدی که با تو بستم کار دیگه نکنم، من وفادار به تو باشم. مبادا مانند آدم و حوا عهد شکنی کرده باشم و در اون مسیر قدم بردارم. هرچند داوود پادشاه در این مزمور از نیت قلبی خودش سخن میگه، اما میل و عشق خودش رو داره عنوان میکنه. باز منظور این نیستش که داوود توانسته به اون عدالت برسه، داوود این توان رو نداشته که این رابطه رو نیز ایجاد کنه. باز شاعر اعلام میکنه یا رب نظری بر من سرگردان کن، کسی که آشفته دلم، حقیقت رو نمیدونم، فقط تو رو دوست دارم، فقط عاشق تو هستم. یا رب نظری بر من سرگردان کن، لطفی به من داشته و بر من داشته و حیران کن، با من مکن آنچه من سزای آنم، آنچه از کرم و لطف تو زیبنده است آن کن. برداد من برس، به فکر من باش، چرا که من توان عدالت رو نخواهم داشت در مسیری که لازم هست. از این رو هست عیسی مسیح مطابق کلام خداوند عدالت ما شد، بین ما و خدا اون عدالت رو ایجاد کرد تا این رابطه ایجاد بشه و گناه که مانع عدالت ما بود رو از زندگی ما پاک کنه. بریم با هم دیگه نامه رومیان 10:9-13 رو نیز داشته باشیم، به آنچه که کلام خداوند ثابت میکنه مشروط بر این که به مسیح ایمان بیاوریم این عدالت در زندگی ما ایجاد خواهد شد. در غیر این صورت توان این رو نخواهیم داشت اون رابطه عاشقانه رو با خدا داشته باشیم. نامه رومیان 10:9-13. چگونه من میتونم به زبان خودم اعتراف بکنم؟ زمانی که قلب من این آمادگی رو داره. چرا کلام خدا میگه اندک کسانی هستن که به مسیح ایمان میآورن؟ چون قلبشون این مجال رو نمیده. ما در بین هموطنانمون هیچ خورده نمیگیریم، داوری هم نمی کنیم. دیدیم که خیلی ها به خاطر این که اقامت یه سرزمین رو بگیرن اومدن به مسیح ایمان آوردن. بسیار خدا رو شکر کار نیکویی کردن. به قول یه عزیزی میگفت این اسلام و محمد که ایران رو از ما گرفت، حداقل عیسی مسیح کاری کرد ما هر کجا دوست داریم میتونیم بریم. پس خورده به این نمیگیرم، اما این رو میخوام عرض کنم حتی در تصور اشتباه نسبت به حقیقت خدا، اگر ما قدم برداشتیم مسیح عادل، خدای عادل اونقدر عاشق ما بوده که دست ماها رو گرفته و هیچ داوری هم نیست بر این عزیزان. خیلیشون دارن خداوند رو خدمت میکنن،
خیلی هم خوب دارن خداوند خدمت میکنن، چرا که خدا به این طریق اونها رو به سمت عدالت خودش نزدیک کرده. بله آمین، به جهت نجات برای خودش و به جهت اینکه وسیله‌ای بشه از طرف خداوند دیگران نجات پیدا کنن. عدالت خدا وقتی در من عمل میکنه دلیلی خواهد شد که من در مسیر عادل بودن نام خدا رو جلال بدم، با سخنانم، با فکرم، با زندگی خودم. در غیر این صورت چه بسا که ما حتی توی موضوعات خیلی ساده زندگی داوری‌های اشتباه و بد میکنیم، مدام توی داوری‌های اشتباه هستیم، چون یک شخص عادل داوریش باید درست باشه، ولی ما به خاطر اینکه از عدالت خدا سیراب نشدیم درباره خانوادهمون، نزدیکانمون، فامیلمون، کلیسامون، کشیش، به کشیش کار نداشته باشید، لطفا به کشیش کار نداشته باشید. مدام داوری های اشتباه میکنیم، شخصی ماشینش دزدیده میشه و میره پیش دوستاش میگه آره ماشین منو دیشب دزدیدن. یکی گفت حتما در ماشین رو باز گذاشته بودی، خب تقصیر خودتی دیگه. گفت نه بابا، در ماشینم قفل کرده بودم. اون یکی گفت حتما سویچ تو ماشین گذاشته بودی، خودت مقصری. گفت نه بابا، سویچ هم برشم. اون یکی گفت حتما زنجیر ننداخته بودی دور فرمون. گفت اتفاقا یه زنجیر قدیمی داشتم انداخته بودم. گفت خب مقصری دیگه، اون زنجیرها دیگه به درد نمیخوره. اون یکی گفت حتما ماشین گذاشته بودی تو خیابون. گفت تو خونمون که جا ندارم، کجا بذارم؟ همیشه سر کوچه میذاشتم. گفتن دیدی؟ پس تقصیر کار خودتی. گفت آره میدونم. آقا دوزی که تقصیر کار نیست، همه تقصیرها گردن منه. زمانی که ما در عدالت خدا نیستیم، توی صحبت‌ها و تو داوری‌هامون، توی ذهنیتمون و فکرمون، ما ناعادلانه داوری خواهیم کرد. بله؟ آمین. زیرا که در یهود و یونانی تفاوتی نیست، که همان خداوند، خداوند همه است. آمین. و دولتمند است برای همه که نام او را می‌خواهند. آمین. خب هر کسی نام ممنون، هر که ادامه بدیم بعدا، هر کسی نام خداوند رو میخونه با خدا، یعنی داره زندگی میکنه با خدا، در رابطه است. آیا میتونه بی عدالت باشه؟ آیا میتونه ظلم کنه؟ آیا میتونه دزدی کنه؟ آیا میتونه اختلاس کنه؟ میتونه یا نمیتونه؟ جواب ندارید؟ هیچ کسی چی نمیگه؟ میدونم ماسک گذاشتید. میتونه این کارا رو بکنه یا نه؟ جمهوری اسلامی، دولتمندان نظام اسلامی درباره خدا صحبت میکنن، آخونده درباره خدا صحبت میکنن، پس چرا دارن دزدی میکنن؟ دارن اختلاس میکنن. هرچند من یک کلیپی رو دیدم دیروز، خیلی جالب بود. مجری داشت به یکی از این به اصطلاح معلمین قرآن صحبت میکرد، میگفت مگه مطابق قرآن کسی که دزدی میکنه نباید دستشو بزنن، پاشو بزنن؟ گفت بله. گفت پس چرا این اختلاسگرا رو نمیزنن؟ گفت اختلاس دزدی نیست. ببینید اینجاست، چون عدالت رو اصلا یک مسلمان نچشیده. یک مسلمان زمانی عدالت رو میچشه که قلبش رو به مسیح میده و عدالت براش باز خواهد شد. یک کمونیست هم نچشیده، یک شخص مذهبی عدالت رو نچشیده. عدالت فقط به توسط عیسی مسیح امکان پذیر هست و عملی خواهد شد. در غیر این صورت هرگز هرگز نمیتواند یک شخصی که مسئولیت پذیرفته، مدیر مدرسه است، پزشک، مادره، پدره، همسایه است، نمیتونه بگه من همسایه این همسایم هستم، من همسایه دوتا خونه اونورتر نیستم. مادری که در عدالت هست مادر همه فرزندانه، پدری که در عدالت هست پدر همه فرزندان هستش، هیچ فرقی نمیکنه. پزشکی که چه سوگند خورده و چه سوگند نخورده براش فرقی نمیکنه. شخصی رو که داره درمان میکنه هیتلره یا هر اسم دیگه ای داره، اون دکتره، اون پزشکه، برای سلامتی هستش. شخص عادل اینگونه عمل میکنه. کوروش کبیر نیز اینگونه میگه، حاکمی که نمیداند شب مردمانش چگونه به صبح میرسد، دیگر چه فرقی میکند که به شراب نشسته باشد و یا به نیایش ایستاده باشد؟ هیچ فرقی نمیکنه از شب تا صبح شراب بخوره یا نماز شب مثل این آخوندا بخونه.
پس این عدالت رو نمیتونه ایجاد کنه به هیچ وجه. عدالت فقط برای فرزندان خداست که به توسط روح القدس ایجاد خواهد شد، هیچ تعارف هم نداره. برای همین هست فرزندان خدا عدالت رو به خوبی درک میکنن، ولی مردم دنیا هرچند عدالت رو دوست دارن، عاشق عدالت هستن، صحبت از عدالت میکنن، اما هرگز درک درست از اون نخواهند داشت. بله؟ چگونه ایمان بیارم وقتی که شما اطرافیانتو بشارت نمیدی، وقتی که دوستانتو بشارت نمیدی؟ چگونه ایمان بیارم وقتی بعد رسول فقط بیاد اینجا یه قسمتی یه کلام رو به یه کاری رو بشارت نداشته باشه؟ وقتی برنامه تلویزیونش تمام میشه میگه من چه مربوطه، من میرم دنبال کارم، کسایی هم که زنگ بزنن کاری ندارم. میگه اونا ایمان میآورن. هرگز. هفته گذشته، جمعه گذشته به فیض خداوند بوده، اتفاقا زینا جان و روبن جان هم در خدمتشون بودیم، بعد از برنامه تلویزیونی که عزیزان دعا میکردن، شاید 2 ساعت من فقط وقت گذاشتم بعد از برنامه، 2 ساعت الا 3 ساعت، 9 نفر به مسیح توی ایران ایمان آوردن. 2 خانواده پیوند مسیحی خوندن و من پیوند اون عقد اسلامیشون هم باطل کردم. اگر سکوت کنیم هیچ ثمره نمیده، اگه میترسیم ثمره نمیده. اگر میخوایم در عدالت خدا باشیم، عدالت فقط یک واژه نیست. عدالت فقط این نیست که من شب دعا کنم، صبح دعا کنم، کلیسا بیام. عدالت اینه که من عدالت رو انجام بدم، خبر خوش نجات رو به دیگران بدم. بله؟ آمین. ممنون ممنون. میتونیم برای این قسمت کلام خدا دست بزنیم. به 2 موضوع نسبت به سرشت ازلی رسیدیم که متاسفانه فکر نمی‌کنم نکته رو اینجا داشته باشیم، اما خواهشم این هستش که نکته رو وقتی اینجا می‌ذارم یا روی فیسبوک هم میتونید بردارید که این هفته نمی‌رسیم بخونیم. فقط نکته 3 رو در رابطه با موضوع عدالت میخوام خودم براتون بخونم. اعلام می‌کنیم بازگشت به سرشت ازلی یعنی برگشت به اون هدف خلقت. بازگشت به سرشت ازلی اشتیاق قلبی به خدا و اعتراف ایمان به عیسی مسیح امکان پذیر است. غیر از این هیچ راهی نیست و حاصل آن عدالت خدا در زندگی شخص است. یعنی ثمره میده، بی ثمره نخواهد بود. این گونه نیستش که ما فقط تصور بر این میکنیم که مسیح ایمان آوردیم، مسیحی هستیم، همه موقعیت‌های مسیحیت رو داریم انجام میدیم، اما رابطه با خدا نداریم که از اون دریافت کنیم و یک ثمره باعث سلامتی و نیکوی جامعه بشه. امروز جامعه ما متاسفانه در سرزمین عزیز ما ایران، حالا همه نه مسلماً، ولی اکثر مردم ایران با دروغ سازش کردن، دروغ مصلحتی داریم، ریا میکنن، با دزدی سازش کردن. میگن خب همه دزدی میکنن، رهبر دزدی میکنه، آخوند دزدی میکنه، سیدش دزدی میکنه، ما چرا دزدی نکنیم؟ تازه اینم که دزدی نیستش که الان گفتم، میگن اختلاس که دزدی نیستش. پس بنابراین همه اینا توجیه شده. پس هرگز ما در جامعه ای مانند جامعه ایران در ایران ما عدالت رو نخواهیم دید. اونجا کسی عادل نیست، همون گونه که کوروش بزرگ نیست براتون خوندم اعلام میکنه. شخصی به دوستش میرسه بعد از مدت ها و بهش میگه دلم برای تنگ شده بود، کجا بودی تو این مدت، چه کار کردی؟ گفت چی ازدواج کردم. گفت خب ببینم بچه هم داری؟ گفت آره بابا 4 تا پسر بزرگ دارم. گفت ای چه کار میکنن؟ گفت یکیشون کارمند بانکه، یکیشون کارمند آموزش پرورش هستش، یکیشون تو شرکت گاز کار میکنه، یکیشون هم دوزه. گفت چطور دوزه میکنه؟ گفت آره. گفت هیچی بهش نمیگی؟ گفت نه. گفت یعنی خونت نمیندازی بیرون؟ گفت چی داری میگی، من نه خونه بندازم بیرون که خرجی ما رو میده. جامعه موقع به اینجا میرسه دیگه، درش هیچ عدالتی نیست. برای همینه که معلم قرآن میگه اختلاس دزدی نیست. راست میگه، چون خود قرآن و باورهای قرآن و اسلام از بنیاد محمدی به نام دزد آمده. دزدی نیستش، خود قرآن هم میگه اینا یاغی بودن، دزدی میکردن.
پس بنابراین دیگه عدالتی برای اونها تعریف نداره که ما بیایم بگیم عدالت اونها رو نیز تعریف کنیم. بریم با هم دیگه آخرین آیه هم داشته باشیم، نامه رومیان 8:29-30. شریعت کلام خدا، بارها هم عرض کردم، شریعت کلام خدا انصاف رو تعلیم میده، اما فیض خدا عدالت رو تعریف میکنه و ثابت میکنه، به شرطی که من و شما بذاریم، به شرطی که ما نترسیم، دروغ نگیم، در راستی بایستیم. اون موقع هستش که ثابت میکنه تا ما در عدالت خدا عادل باشیم، در عدالت زندگی کنیم. همون گونه که مولوی اعلام میکنه، دنیا همه هیچو، اهل دنیا همه هیچ، ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ، دانی که پس از عام چه ماند باقی، مهر است و محبت است و باقی همه هیچ. اول قرنتیان 13:13 اعلام میکنه ایمان، امید، محبت، آنچه که میماند محبته. برای همین من ایمان دارم، مولوی به مسیح ایمان آورده، اکثر اشعار مولوی از انجیل مسیح گرفته شده. فکر نمی کنم عیسی مسیح اومده باشه شعرهای مولوی رو خونده باشه گفته باشه، یا رسولان، تو مولوی بعد از رسولان اومدن و نشون میده مولوی به مسیح ایمان آورده. خیلی هم مخالف هستن، اما با اشعارش نشون میده که حقیقتا او به مسیح ایمان آورده. بله بفهمید. آمین 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 آمین. میتونیم برای کلام خداوند دست بزنیم، ولی خواهشم این است، لطفا لامپا رو روشن کنید، سپاسگزار میشم. خواهشم این هستش که آنچه که شنیدیم سطحی ازش عبور نکنیم. کلام خدا وسیع است، وقت نداریم که ما بیشتر از این در این رابطه صحبت بکنیم، اما از خداوند بخوایم که خدا به ما نشون بده موانعی که باعث شده من عادل نباشم چیه. به مسیح ایمان آوردی، خدا رو شکر، تعمید گرفتی، خدا رو شکر، سرتیفیکت هم گرفتی، خدا رو شکر، اما اینا دال بر این نیست که ما عادلیم. اعمال ما، سخنان ما، طرز فکر ما، احساس ما نشون میده ما عادل هستیم. اگر کینه‌ای به دلت داری عادل نیستی، اگر با یک گناه سازش کردی عادل نیستی. ببخشید این گونه میگم، اول به خودم میگم، منم خیلی موانع دارم، همین الانم دارم، ولی یاد گرفتم برم در حضور خدا توبه کنم. لحظه سرهای خودمون رو خم کنیم. همچنین عزیزانی که با ما هستن روی اینستاگرام،